جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. اگر گناه هم میکنی با جرأت گناه نکنید، از روی ضعف اراده گناه بکنید، عربده نکشید. کل بنی آدم خطا و خیر الخطا این توابون، همه بندگان اولاد آدم خطاکارن و بهترین خطاکاران توبه کنندگان. علما میگن وقتی انسان شراب میخوره سکران میشه، چهار خصلت حیوانی پیدا میکنه. اول تبدیل به روباه مکار میشه، بعد تبدیل به گرگ بیرحم میشه، بعد تبدیل به خرس تیر خورده میشه، بعد تبدیل به موشی میشه که دنبال یه سوراخی میگرده خودشو قایم بکنه. شراب وقتی که قاطی با اعصابش شد، با خون و مغزش شد و این عقلشو و قدرت تفکر و تشخیص و تمیزشو پوشون، دیگه کم کم مثل روباه مکار میشه و کم کم مکر میکنه. وقتی که خوب قاطیه سیستم شد، دیگه چه؟ تبدیل به گرگ بیرحم میشه. وقتی که دیگه به اوج مستی رسید، دیگه به خواهر و مادرش هم رحمی میکنه، علیه عزیز بالله امال خبائث دیگه عقل انسان رو میپوشونه. یکی از خصلت های شراب این که به انسان جرأت گناه میده، طوری به انسان جرأت گناه میده که و انسان رو دچار توهم میکنه، توهم کاذب، قدرت کاذب. خصلت سوم خصلت خرس پیدا میکنه. وقتی کم کم مستی از سرش میره، حالا میخواد بر بگرده هوشیار بشه، فکر میکنه قدرت داره، ولی مثل خرسیست که تیر خورده خون از بدنش میره، ولی هنوز فکر میکنه قویست، عربده میکشه. وقتی که خوب این مستی از سرش در رفت کامل، حالا هوش و حواسش برگشت، تبدیل به موش میشه، دیگه هیچ چیزی براش نمونده، نه سری، نه مالی، نه آبرویی، نه ایمانی، نه احترامی، نه شخصیتی، نه هویتی، هیچی براش نمونده. حالا دنبال یه سوراخی میگرده که خودشو قایم بکنه. میگن اونهایی که شراب میخورن وقتی که به مرحله دوم میرسن، به تبدیل به گرگ میشن، خیلی مغرور میشن، جرأت گناه پیدا میکنن. وقتی که به موش میرسن دیگه اونقدر خجول و کمرو میشن، سبحان الله، وقتی به مرحله دوم رسیدن خیلی پر رو میشن. مرحله چهارم که رسیدن، که از مستی از سرشون در رفت، مثل موش میشه که حالا دنبال سوراخی میگرده خودشو قایم بکنه، دیگه چیزی نمونده، خیلی ترسو میشن و خیلی خجول میشن.